جمعیت هلال احمر همه با وظایف جمعیت هلال احمر آشنا هستند، اما امروز به میان داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان کرج اومدیم و کاروان سلامت تا ببینیم دوستان ما در جمعیت هلال احمر شهرستان کرج در بحث کاروان سلامت چه کارهایی رو انجام میدن. با ما همراه باشید. به نظر شما آموزش و مشارکت‌های عمومی چقدر تأثیرگذار در بستر جامعه امروزی؟ بسیار بسیار تأثیرگذاره. اولا سطح دانش جامعه و آگاهیشون هرچی بالاتر بره، احتمال مشارکت مردم بیشتر میشه، همدلی مردم بیشتر میشه و با آگاهی رفتارهاشون رو تغییر میدن. و نقش مشارکت هم من واقعا میخوام این رو از تک تک مردممون بخوام که نسبت به جامعه احساس مسئولیت بکنن. ما فقط نسبت به خودمون و خانوادمون و دوستانمون مسئول نیستیم. تک تک ما نسبت به جامعه‌ای که داریم درش زندگی میکنیم، مردمی که باهاشون ارتباط داریم، وظایفی داریم در قبالشون. کشورهای پیشرفته کشورهایی نیستن که دولت خدمات خیلی خوبی میده، کشورهایی هستن که مردم خودشون داوطلبانه هر کسی به اندازه دانش خودش، مهارت خودش میاد فعالیت‌های داوطلبانه برای هم نوع خودش انجام میده بدون هیچ چشم داشتی. این مسئله باعث میشه که ارتباط عاطفی تو جامعه خیلی بیشتر بشه، روابط سالمتر میشه و اینکه مردم در قبال همدیگه احساس تعهد و مسئولیت میکنن. قرار نیست همه چیز با هزینه برای ما انجام بشه. خود ما با صرف شاید 2 ساعت 3 ساعت در هفته از وقتمون میتونیم در ارتقاء سلامت، در ارتقاء فرهنگ جامعهمون نقش مؤثر داشته باشیم. فقط کافیه هر کسی با هر شغلی که داره، با هر شغلی که داره، اصلا لازم نیست تخصص خاصی فرد داشته باشه، اصلا لازم نیست مهارت خاصی داشته باشه. تک تک ما توی جامعه کاری که داریم انجام میدیم مثل سلول‌های بدن هست. هر سلولی وظیفه خودش رو باید انجام بده. اگر یک سلول خوب کار نکنه، بقیه سلول‌ها هم دچار مشکل خواهند شد. یک سلول بیمار باشه، بقیه هم دچار بیماری خواهند شد. اگر ما خودمون رو تکه‌هایی از یک وجود یک پارچه، سلول‌های از یک بدن کامل بدونیم، در قبال همدیگه به راحتی میتونیم وقت بذاریم برای همدیگه با عشق و محبت، با احساس مسئولیت. آنچه که میتونم و آنچه که از دستم برمیاد و برای دیگران انجام بدم، کل جامعه توی یک چرخه سالم قرار میگیره. وقتی که اطرافیان من سالم و با رضایت زندگی بکنن، مسلماً مشکلات من هم کمتر خواهد بود. خیلی از معضلات جامعه ما به دلیل فقر، به دلیل بیکاری، به دلیل بیمسئولیتی بعضی از افراد و بیمحبتی بوده که از جامعه دیدن. اگر ما به همدیگه احساس تعلق داشته باشیم و برای همدیگه خدمت بکنیم، خیلی از این بزهکاری‌ها در جامعه کم میشه. در خصوص بحث کاروان سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان کرج با مخاطبان پایگاه خبری رادیو کوهنورد صحبت بفرمایید. در این کاروان با همراه تیم پزشکی برای مداوای افراد محروم جامعه به مناطق محروم هفته یک بار مراجعه میکنیم که شامل پزشک، روانپزشک، روانشناس، ماما و پرستار و تحویل داروی رایگان به افرادی که امکانات مراجعه به دکتر رو ندارن، راه دوره، نمیتونن خودشون رو به پزشک برسونن. هفته یک بار ما این اقدامات رو انجام میدیم و در خدمت افراد محروم هستیم. من از تمامی افراد جامعه، خصوصا شهرستان استان البرز، از همه تقاضا دارم داوطلبانه به این سازمان بپیوندم. کوچکترین کمکشون بزرگترین کمکه و میتونه جان هزاران نفر رو نجات بده. امیرحسین رحیمی، خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد، منطقه مهدی‌آباد، قزل‌حصار، کرج.
رادیو کوهنورد روی موج همدلی فرکانس بی‌نهایت. عرض سلام و درود و خدا قوت دارم خدمت همه شما مخاطبان گرامی پایگاه خبری رادیو کوهنورد. پایگاه خبری رادیو کوهنورد طبق قانون مطبوعات در حوزه‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، محیط زیست، هلال احمر و گردشگری در سراسر کشور فعالیت می‌کنه. تا یادم نرفته باید خدمتتون عرض کنم که این رسانه هیچ گونه رابطه حقوقی و غیر حقوقی با صدا و سیما نداشت و نداره. شما هم میتونید سوژه ها و دغدغه های خودتون رو با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید.